Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi la yablughu midhatahu al-qailun ve la yuhsi ni'ma'uhu al-'adun ve la yu'addi haqquhu al-mujtahidun الذي ليس بوصفه حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فقر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالشهور ميدان أروي ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطهرين المعصومين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: يا بني أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر وكلمة الحق في الرضا والقوام. صلوا الله. خدمتون حدیث رو از مولا امیرالمؤمنین علیه السلام عرض می کنم. جزء وصیت های آقا به امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام است. وصیت هایی که امام می کنند، خب امام بر امام که نیازی ندارد، ولی معمولا وصیت برای من و شماست. توصیه می کنند که اینها بماند و من و شما استفاده کنید. فرمودن فرزندم، تو را وصیت می کنم به تقوای الهی، تقوا داشته باش. فلغن و الفقر، اگر یک زمان زندگی جور شده، امکاناتت خوبه، تقوا داری. اگر یه زمان انسان زندگی جور نبود، درست نشد، ضرر کرد، کارکاسبیش خوب نشد، چی؟ بازم میتونه تقوا داشته باشه نه؟ اونجا مشخص میشه. اگر انسان نداره میبینید تقوا داره، باید اگر پول داشت تقوا نداره. یک زمان انسان طاقت پولداری رو نداره، یک زمان هم انسان طاقت بیپولی رو نداره. خب بعضی اوقات انسان ها متفاوت هست. آقا فرمودن وصیت می کنم تو را به تقوای الهی در غنا و فقر، به هر دو صورت تقوا را نگرد. یعنی این تقوا ملکه باشد به وجودی، نباشد که یک زمان تقوا داری با یک زمان دیگه تقوا از دستت می رود. و کلمت الحق فی الرضا و الغضب. فرزندم اگر کلمه حق میگویی، یک زمان انسان خوشحاله، نشسته، راحت حرف حق میگه، خوشش میاد، مشکلی نداره، راحت. یک زمان یکی اون اذیتش میکنه، فشار میاد، عصبی میشه، تون میشه. اینجا میبینید دیگه حق رو زیر پا میکنه، هر چی دلش میخواد میگه، هر چی به دهنش میاد میگه.
بابا تو دیروز شخص خوبی بودی. بعضی اوقات میبینیم یک انسان مؤمن غضبناک میشه، چیزایی میگه، مردم چی میگن؟ پشت سر میگن، ای وای، بعیده از فلانی اینجور حرفا، فلانی و اینجور حرفا، ما ازش گلایه نداشت، انتظار نداشتیم ما. خب میگن، ای نداره دیگه غضبناک شده، تون شده. نه دیگه، خب تون شدی، شدی دیگه، نباید هر روز زیر پا کنی. نباید خدا نخواسته راست به دروغ تبدیل کنی. اگر مؤمنی خب مؤمن باش، چرا در حال غضب، در حال عصبیت، در حال مشکلات تغییر میکنی؟ تغییر نکن. زندگی هم پستی دارد هم بلندی، هم سختی ها دارد هم آسانی ها. و بالعدلی علی صدیقی و العدو، شما عدالت رو در پیش بگیر. ایمان حجت خداست، میتواند همیشه عدالت داشته باشه. چه کسی با تو دوست باشه، چه کسی با تو دشمن باشه. حالا میشه یکی با ما خدای نخواسته دشمن باشه، ما برم عدالت نکنیم، بی عدالتی کنیم، بی انصافی کنیم، حقش رو ضایع کنیم. حالا با ما بده، ما میتونیم حقش رو ضایع کنیم. ضایع کنیم خوبه؟ مؤمنیم ما حوز ما؟ نه. عدالت چیز خوبیست؟ اون عدالت رو داشته باش. فرمودن چی کسی با شما دوست است و چی هم دشمنه. و بالعمل فی النشاط و الکسل، فرمودن همیشه دنبال کار باش، همیشه تلاش کن، همیشه زحمت بکش، ای زمان بیکار، کمکار، اینا نباش. فی النشاط و الکسل، اگر یک زمان سرحالی، خوشحالی، میری دنبال کار. یه زمان هم میگی من کسلم، خسته ام، یه برو بازم دنبال کار باش. چیزی که انسان را سیغل میدهد کار است. کار انسان را جرایش میده، خوب میساده. هیچ وقت عادت به کمکاری و تنبلی نکنه انسان. و رضای عن الله فی شدت و رخا، رضایت خدا را همیشه در نظر بگیر. ببین یه کاری میکنی، خدا راضی هست یا خدا راضی نیست؟ چی در سختی ها باشی، چی در آسایش باشی. یک زمان انسان در آسایش رضای خدا رو در نظر میگیره، خب میگه به هم دل و کارا ما خوبه، راحتیم دیگه، نمیخوایم کاری کنیم نارضایتی خدا باشه. یک زمان خدا نخواده به سختی افتاده، به شدت افتاده، اینجا یک کار میکنه که رضای خدا نیست. نه، سختی ها، مشکلات تو رو از جاده شریعت بیرون نکنه. این علامت مؤمنه. و علم ای بونه فرزندم، گوش کن، من ابصر عیب نفسی شغل ان عیب غیری. اگر کسی شروع کند عیب خودش رو نگاه کنه، بشموره مشکلات خودش رو، عیباش پیدا کنه، هیچ وقت به عیب مردم مشغول میشه یا نمیشه؟ نمیشه. بعد ایمان فرمودن خب ما عیب مردم رو پیدا کنیم به نفع ما، یا عیب خودمون رو پیدا کنیم؟ کدوم به نفع ماه؟ بله؟ خب خودمون پیدا کنیم، خودمون رو بسازیم، خودمون رو درست کنیم، عیبامو پیدا کنیم. ماشین داره عیباش پیدا میکنی درست میکنی، خونه عیباش پیدا میکنی درست میکنی. خب چرا بدن به این قشنگی، به این خوبی چرا پیدا نمیکنی عیباشو؟ همینطور که دکتر میری عیبا جسمشو پیدا میکنی، خب به دکتر دین برو، به دکتر اخلاق برو، عیبای روحی هم پیدا کن.
هر مشکلی که در این انسان هست، در گفتار، در رفتار، در کردار، اینا رو پیدا کن. چی کار داری؟ یک سری بگی فلانی این کار کرد، فلان عیب مردم میگی. خب براتون او بنده خدا بشنو عیباش اصلاح میکنه و نفسش. خب عیبا خودت پیدا کن، یکی یکی اصلاح کن. میشه یک آدم بسیار بسیار خوب و ارزشمند. و من رضی به بسم الله لم یحزن علی ما فاته. کسی که راضی باشد به قسمت خدا، بگه این چیز قسمت منه، امروز کار کاسبی خوب شد الحمدلله این قسمت من است، امروز مریضم قسمت من است، امروز سالمم قسمت من است، این چیز به من اومد قسمت من است، اونم نیامده قسمت من است. لم یحزن علی ما فاته. اگر یه زمانی هم ضرر کرد و از دست دادن چیزی غمگین نمیشه، غصه نمیخوره، میگه خب قسمت بوده دیگه، قسمتم بود، دیروز چیزی دستم آمد، امروز هم یه چیزی از دستم رفت. خب باید وقتی که قسمت من باشه این اتفاق شده، من باید غصه بخورم، غم بخورم؟ نه. خب اگر قصه نخوری، غم نخوری، چیکار میشه؟ بدن سالم میمونه، خودت سالم میمونی، خطایت کم میشه. این گرفتاری ها و خطایی که ما داریم از همین چیز هاست. به یک چیز بی خودی غم و قصه میخوریم، بعدش در یک جا دیگه خطا میکنیم، بدن نامیزان میشه، فکر نامیزان میشه، و زمان دیگه از حالت عادی خارج میشه. و من کسر کلام او، کسر خطا او. کسی که زیاد حرف میزنه خطاش هم زیاد میشه. سعی کنید حرف کمتر بزنید. حرف به اندازه نیاز دیگه. مثلا رضا چی ندادم بخور خوبه؟ زیاد؟ نه. کم؟ نه. کم هم نخور، زیاد هم نخور. قضا زیاد خوردی آرزه پیدا میشه، کم هم بخوری آرزه پیدا میشه. حرف چی؟ چقدر حرف بزنی؟ میزان داره یا نداره؟ این چیز پول میزان نداره، چون اینا اگه پولی بود ما کم حرف میزنیم، حالا مجانیه دیگه، هر چی میخوایی بود. یا بنیه رأس العلم الرفق و آفته الخروق. الله اکبر. بالاترین علم به من دارن آقا امیرالمومنین نشون میدن. بهترین علم میخوایی پیدا کنی چیه؟ بالاترین علم، عالمترین فرد دنیا باشی، رفق، مدارا. شما با مردم مدارا کن، با هر کس مدارا کن، بالاترین علم دیگه، از این علمی بالاتر وجود نداره. و آفت و خروق. آفت علم چیه؟ آفت علم همین تندی ها و خدای نخواسته مثلا نارا عبارت باره بد اخلاقی ها و اینا آفت علمه. علم از بین میبره، علم فرموله دیگه. انسانی که طبیعی نبود فرمول از دستش رفته، بدون فرمول کار میکنه. و من کنوز ایمان از صبر و علل مصائب. ایمانه که میدونید ایمان چیه؟ میگه در ایمان کنزه های قرار داره، گنجه های قرار داره. در ایمان انسان، در ایمان خیلی گنجه ها هست، اگر ما بدونیم چی چی دو گیر ما میاد. یکی از کنوز ایمان صبر بر سختی هاست. اگر سختی به انسان پیدا شد و صبر کرد، گنج ایمان دستش. و اعجاب المرء بنفسه. اگر یک آدم عجب داره، برتربینی داره، مثلا خودش از دیگران بهتر میبینه، بالاتر میبینه،
یدلو علا ضعف عقلی. این دلالت میکنه که این ضعف عقلش ضعیفتره که حس برتربینی به انسان اگر پیدا بشه. کلماتی بود از آقا امیرالمومنین علیه السلام. خدا انشاءالله امیدواریم که در این روز بزرگوار، روز عظیم که تعلق دارد با آقا امام حسین علیه السلام، بهره ای از کلام پدر بزرگوار ایشون برده باشیم. صلوات بفرمایید. آمین. صلوات دیگر بفرمایید. در مورد دفن شهدا میخوام صحبت کنم. بعد از واقعه کربلا شهدا رو کی دفن کرد و کی دفن کردن؟ احادیثش مختلفه، نقل قوله ها مختلفه. من نقل قوله ها رو خدمت شما عرض میکنم از روی کتبی که یادداشت گرفتم با مدرک. بس این است که در چه روزی شهدای کربلا دفن شدند، توسط چه کسانی این دفن انجام شد و چه کسانی در این دفن شرکت کردند. این یادداشت‌هایی است که میخوام خدمت شما هست. در کتاب اسرار الشهاده نوشتن که دفن شهدا رو روز 13 انجام دادن. 13 محرم. این یک نقل قول است. صلوات بفرمایید. از امام مشتم علیه السلام سؤال کرد: یا ابن رسول الله، برای ما از پدران شما رسیده است که به جنازه امام باید امام نماز بخواند، چطور است؟ از امام رضا علیه السلام سؤال کرد. امام مشتم علیه السلام کجا از دنیا رفتن؟ شهید شدن در بغداد. امام مشتم علیه السلام کجا بودن؟ در مدینه. امام فرمودن بگو بر جنازه جدم امام حسین کی نماز خوان و کی دفن نموده است؟ عرض کردم یا ابن رسول الله، امام چهارم علیه السلام. امام فرمودن اون خدایی که به تیل عرض من را از مدینه به بغداد میرساند، امام چهارم علیه السلام را هم میرساند از کوفه به کربلا که با اون نماز جنازه بخوانند و دفن پدر بزرگوار خود را انجام بدهند. بعضی شخصیت ها ذکر کردن که جریان شهدا روز فرداش انجام شده، بعضی گفتن پس فرداش انجام شده. نقل قول ها مختلف است. اما کسانی که اومدن دفن کردن اینها کی بودن؟ قبیله بودن به نام بنی اسد. خب چرا زنها اومدن این کار بکنن؟ چرا مردها نیامدن؟ یک سؤال است. اینقدر وحشت بوده که مردها جرأت نمی کردن بیان، می ترسیدن، گفتن میمابریم کشته می شویم. چون عبیدالله زیاد به دستور یزید بنا نداشته بدنها رو دفن کنه، بدنها باید همینطور باشه. مردم جرأت نمی کردن بیان. این نکته رو خدمتتون عرض کنم. دو نفر یا دو تا لشکر هرچی با هم دعوا می کنن
در طول تاریخ میخواد طرفش از بین ببره دیگه. بعد از اون که طرف مرد کشته شد جنگ خلاصه دیگه. قانونی همین در تمام دنیا. طرف مرد کشته شد جنگ هم تموم میشه. هر کس میره براش. خب در این واقعه چرا بعد از اون که اینها شهید شدن اومدن سرهایشون رو بریدن؟ یک سوال. سوال دوم، اینها که کشته شدن چرا اینها آمدن اسب رو گفتن بر بدنشون بتازانید؟ بلعخص بدن امام حسین. چرا این کار کردن؟ از من فکر کرده باشه. یزید دستوری داد برای عبیدالله. گفت عبیدالله. یزید میخواست مقدسات از بین ببره. به تقدس احترام نداشت. گفت امام حسین خود رو مقدس میداند. میگوید من نوه رسول الله هستم. من محترمم، مقدسم. من عقیده دارم. امام حسین این چیز نیست. تازه خب جرأت نمی کرده نعوذ بالله به پیغمبرم همین چیز رو میگفته. میگفت امام حسین رو از مقامش فرود آر. خیال میکرده که کسی رو زجرش بدی، آزار بدی، بکشی، از مقامش فرود میان. مقام که چیز دست خداست. تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا. بیدی کل خیر. اینه و علا کل شرین قدید. گفت امام حسین رو از مقامش فرود آر تا مردم دیگه به امام حسین به این دید نگاه نکنن که این آقا مقدس است و این آقا پسر پیغمبر است و این امام است و این چیزا دیگه نباشه. جمع شه این مسئله. برای مردم نشون بده که ما اسبم رو بدنش دادوندیم، سرش هم بریدیم، یا سرش رو نیزه 41 منزل شر به شر. از این دیگه پایین تر و فرود آوردن چیه دیگه؟ این است که این اتفاقات افتاده. خدا عقل رو از یزید گرفته، حس برتربینی بهش پیدا شده، میخواد خود برتر کنه خودش، اما نمیدونه که برتری به دست انسان نیست. اینطوری برتری به یک مجموعه از اخلاقیات و آداب و فرمولای علمی و فرمولهای اعتقادی و اونم به دستور پیغمبر و امامه. اینها عظمته. یزید این کارها رو کرد. یکی دیگر این بدنها رو انداخت. این بدنها باشه کسی دفن نکنه، کار نداشته باشه. اینا اجازه نداشتن بدن رو دفن کنه. زنهای بنی اسد واقعا اینا شجاعت کردن. گفتن مرد رو شما جرأت نمی کنید برید. می ترسید کشته بشید. ما میریم کشته شدیم. اینو گفتن زنهای بنی اسد. این چادرهاشون رو به کمر بستن، بیل و کلم برداشتن، بیرون آمدن. گفتن ما بریم اینها رو دفن کنیم. اینا جلو، اما مردم از عقب عقبا نگاه کردن، رفتن دیدم که نه، کسی دنبالشون نیست، کسی هم نیومد. رفتن کربلا، دیدن که کسی نیومده به اینا کار بگیره. اون موقع مردم گفتن بدی بابا بیلو بدی، شما که نمیتونید قبل بکنید. مردا شروع کردن با کمک خانوم ها قبر کندن. خب حالا دو تا مسئله مونده. یکی نماز جنازه اینا رو باید بخونه. یکی هم اینا رو که دفن میکنن باید بدونن دیگه. یک انسانی که نمیتونی بدون نامونشان دفن کنی. همین افرادی که ما میبریم دفن میکنه خب به قبر مینویسن فلان ابن فلان. بعدش سنگ قبر براش درست میکنن. خب اینا آیا اجازه دارن که اینها رو ببرن دفن کنن بدون نامونشان؟ رفتن موندن. خدایا چه کار کنیم؟ ما امام رو نمیشناسیم، آقا رو نمیشناسیم، مولا رو نمیشناسیم، چطور اینها رو دفن کنیم؟ در همین حالت بودن
دیدن یه آقای اومد. گفت بیایید من اینها رو خوب میشناسم. این آقا اومد و راهنمایی کرد. هر کدوم را دن بحثش زیاده، نمیخوام این بحث رو ادامه بدم. میخوام ذکر مصیبت رو از شام و غریبان بخوانیم. این مسئله دفن شوهر را بود که خدمت عرض بشه امام چهارم علیه السلام تشریف آوردن و یکی یکی رو نشون دادن و یکی یکی هم دفن شدن. شرایطش زیاده، بحثش هم زیاده و امام و حجت خدا مردم رو کمک کردن. صلوات السلام عليك يا أهل بيت النبوة ومهد الرسالة ومختلف الملائكة شام غريبان حسين امشب شام غریبان حسین امشب است، غلغل در عرش برین امشب است. ای عزیزان، عزاداران، بیایید با این دلهامون یک سفر روحانی کنیم. بیاییم از همین جا به همین شام غریبان. چراغ ها رو خاموش کردید، محیط تاریک شده، مثل شام غریبان شده. بریم کربلا. اگر با چشم دل نگاه کنی میبینی یک طرف بدنهای بی سر افتاده. بریم کربلا. یک طرف خیمه های سوخته، یک طرف صورت های نیلی شده، گوش های پاره شده. بیایید هم ناله شویم با بچه های ابی عبدالله، هم ناله شویم با زینب کبرا سلام الله علیها. امشب اولین شب است که زینب کبرا بی حسین، حسین نداره. بی بی نماز شبش رو نشسته میخوانه. این زنها دیگه قدرت نداره. این همه داغ دیده، داغ برادر دیده، داغ فرزند دیده، داغ علی اکبر دیده، داغ حسین دیده. اما این بیبی در اینجا حالا دیگه غروب شده، باید کاروان رو جمع کنه. سالار کاروان حضرت زینب. بیایید بچه ها همه جمع بشوید، من ببینم کی باقی مونده. همه یکی یکی صدا میزنه، همه میان. یه مرتبه ببیند دو تا دختر کوچیک نیستن. شام شده، غروب شده، تاریک شده. خدا این دوتا نازدانه کجا رفتن؟ زمانی که خیمه ها رو آتش زدن، همه مثل جوجه‌ای که بودر فرار کردن بین خار مغیلان. حالا بی بی باید بر این دوتا بچه رو پیدا کنه. بی بی سر به بیابان گذاشتن، این طرف و اون طرف میگردن.
هر جا میرسن نگاه میکنه این آستانه ها رو پیدا کنه. یه جایی میرسه میبینه یه بوته خاره، پشت اون بوته خار نگاه میکنه ببینه دوتا نازدانه، مثل دو جوجه ای که بوتر خوابیدن، بال به بال دادن، سرها کنار هم گذاشتن، اما از ترس و وحشت و گرسنگی و تشنگی از دنیا رفتن. بر زینب کبرا خیلی سخت گذاشت، خیلی سخت بودش، ناله بی بی بلند شد، ناله حضرت زینب سلام الله علیها بلند شد. زمانی که این بی بی صدا میزنه، این مشکل رو میبینه، کسی نیست درد دلش رو براش بگه، صدا میزنه مادرم زهرا، مادرم زهرا. مصیبت های زینب خیلی زیاد شده. یه مرتبه ببیند یه سیاهی میاد، صدا میزند تو کی هستی؟ کنا جلو و ما میایی، ما آل پیغمبری، مردان ما رو همه کشتن. صدا میزنه دخترم زینب، من مادرت زهرایم، من مادرت زهرایم، خواستم به این شام غریبان شما بیام کنارت، یک مقدار شما رو تسلیت بگویم و با شما غم شریکی کنم.